شیطان پرستان مدرن و علاقه‌مندان به ماورا معتقدند بافومت صرفاً یک نماد یا یک تصویر ساختگی نیست، بلکه واقعاً وجود دارد و حتی دروازه‌ای به دنیای شیاطین و موجودات ماورایی است. این دسته از افراد ادعا می کنند با انجام مراسمی خاص و خواندن وردهای جادویی می توانند با خود بافومت ارتباط برقرار کنند و از قدرت‌های او بهره‌مند شوند. آنها معتقدند بافومت در دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد و از او و قدرت‌هایش برای احضار شیاطین، طلسم کردن مردم و حتی کنترل جهان استفاده می‌شود. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. نویسنده فرانسوی الیفاس لوی زمانی که بافومت را به تصویر کشید او را با نمادهای مختلفی ترسیم کرد که ما در ویدئوی قبلی به مفهوم چهار مورد از نمادهای آن پرداختیم و متوجه شدیم که هر یک چه معنایی دارند، ولی شاید مهمترین نماد این شیء عصا مانند باشد که به عنوان عصای خدای پیام‌آور یونانی هرمس شناخته می شود. این عصا با دو مار در هم تنیده کادوسه یا عصای چاوش نام دارد که یونانیان باستان آن را نماد نجومی سیاره عطارد می دانستند. آنها با استفاده از این عصا طالبینی، کیمیاگری و ستاره شناسی انجام می دادند و حتی بیان کردند عصای چاوش خابیده را بیدار می کند و بیدار را به خواب می فرستد. اگر از آن برای به آرامش رساندن افرادی که در حال مرگ هستند استفاده شود، مرگ آنها را بسیار ملایم می کند. ولی اگر بر مردگان اعمال شود، آنها بر می خیزند و زنده می شوند. البته عصای چاوش با کمی تغییر و با یک مار بدون بال در دست اسکلاپیس خدای شفا، دارو و پزشکان یونانی نیز دیده می شود. و این عصاست که نماد پزشکی و دارو می باشد. در نتیجه عصای هرمس و اسکلاپیس با یک دیگر متفاوتند. اگرچه عصای چاوش تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد که در این ویدیو نمی گنجد، ولی جالب است بدانید این عصا در ابتدا متعلق به خدای سومری نینگش زدا بود که قدمت آن به 6000 سال پیش باز می گردد. نینگش زدا خدایی بود که با مارها ارتباط داشت و تقریبا همیشه در عالم مردگان به سر می برد. با این حال کادوسه نشانگر تعادل، تقارن و دی ان ای انسان و همچنین زندگی ابدی نیز می باشد. در تصویر بافومت همچنین می تواندید که بخشی از بدن او به شکل پوست ماهی نقاشی شده که نشان دهنده آب است و بالهای او نیز بیان کننده پرواز، فرار و سقوط است. در واقع الیفاس لوی سعی کرده با جمع‌آوری نمادهای مهم باستانی و البته عناصر اصلی زندگی بافومت را به موجودی تبدیل کند که همه چیز را در خود دارد و می تواند خواسته های مادی انسان را برآورده کند. تصویر لوی از بافومت همچنین مشابه تصویر شیطان در یکی از کارت های تاروت است. برای مثال این کارت که در تصویر می‌بینید متعلق به اوایل قرن 18 میلادی است. قبل تر از آن و در دوران رنسانس نیز از کارت‌های تاروت برای فالگیری و امور جادوگری استفاده می‌شد. ولی پس از به تصویر کشیدن بافومت توسط لوی، کارت شیطان در تاروت به شکل بافومت تصویر شد. لازم به ذکر است که در مراسم جادوگری قرون وسطایی از مجسمه یا تصویر یک بوز با مشعلی در مابین شاخهایش به عنوان یک موجود شیطانی استفاده می شد. گاهی نیز یک فرد پوست و سر بوز را برتن می کرد تا نمادی از خدای شاخدار باستانی باشد.
این مراسم سبت ساهران نام داشت که ما قبلا در این ویدیو به آن پرداختیم. اما الیفاس لوی معتقد بود این بز نمیتواند نماد شیطان باشد و تمام کسانی که از آن برای نماد شیطان استفاده کردند نه تنها جادوگر نبودند بلکه بت پرستانی بودند که سعی میکردند آیین و مناسک خود را زنده نگه دارند. در این باره لوی در کتاب جادوی ماورایی آموزه و آیین آن می نویسد: شبح تمام وحشت‌ها از اهریمن ایرانیان، تایفون یونانی‌ها، آپپ مصری‌ها، مار پیر عبری‌ها، جانور بزرگ قرون وسطا و بدتر از همه اینها بافومت شوالیه‌های معبد، بت ریشدار کیمیاگران، خدای ناپسند مندس و بز ثبت ساهران، همه و همه شخصیت امپراتور وحشتناک شب را با تمام ویژگی‌هایش نشان می‌دهند. استادان اعظم شوالیه های معبد بافومت را پرستش کردند و باعث شدند بافومت توسط مبتکران نیز پرستش شود. بله، در گذشته چنین آیین‌هایی برای پرستش بافومت به طور جدی وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد. آیین‌هایی که توسط بافومت در حالی که بر تخت نشسته و مشعلی شعله‌ور در بین شاخهایش می درخشد رهبری می شوند. اما دوستداران این علامت آن را مسخره شیطان نمی دانند. برعکس، برای آنها بافومت خدای پن، خدای مکاتب فلسفی مدرن، خدای مکتب اسکندریه و نوافلاطونیان عرفانی و خدای مکاتب گنوسی است. اسرار مراسم ثبت به گونه های مختلف توصیف شده، اما این اسرار همیشه در گرینوارها و در آموزش های جادویی ظاهر می شوند. این جملات بخشی از صحبت های لوی در خصوص بافومت، علت پرستش آن و آیین های جادویی بودند. در واقع لوی معتقد بود که جادو کاملا واقعی است و وجود آن غیر قابل انکار است. او دانش را متعلق به موجودی می دانست که در تمامی ادیان بزرگ از آن شیطانی پلید و بر ضد بشریت یاد شده. اگرچه ممکن است محفل‌های جادویی وجود داشته باشند که هدفشان از جادو واقعاً مثبت باشد، اما بافومت حقیقتاً شیطانی است و همیشه با اعمال منفی همراه بوده و هست. در نوشته‌های لوی می‌توان دید بافومت نه تنها بیانگر یک سنت تاریخی و سیاسی است، بلکه نیروهای طبیعی و غیبی را نیز بیان می‌کند که این نیروها توسط لوی با عنوان نور اختری توضیح داده شده. نور اختری اشاره به نور، انرژی و حرکت دارد و یک جنبه پایین تر از آکاشا است و آکاشا جایی است که همه نوع دانشی را در خود گنجانده. البته پیشنهاد می کنم برای بهتر درک کردن مفهوم آکاشا این مجموعه ویدیوها را تماشا کنید. لوی مفهوم نور اختری را با نام مغناطیس معنوی توسعه داد و سعی داشت جادو و علم را ترکیب کند، ولی از پیامدهای اجتماعی ترکیب دین و علم آگاه بود. به همین منظور بر علیه نویسندگان مشهور کاتولیک بحث کرد، نویسندگانی که مغناطیس را کار شیاطین و دیگر قدرت‌های جهنمی می‌دانستند. لوی در پاسخ به این عقیده آنها در کتاب جادوی ماورایی نوشت: اجازه دهید اکنون برای تعلیم افراد ناآگاه، برای رضایت آنها، برای توجیه شیطان شناسان و برای شکوه بیشتر کلیسا که شوالیه های معبد جادوگران سوزانده شده و فراماسون ها را تکفیر کرد بیان کنم و به جرأت و دقیق بگویم که تمام مبتکران فرودست علوم غیبی همیشه از جادو استفاده کردند و اکنون نیز از آن بهره می برند و همیشه آنچه را که با علوم غیبی در ارتباط است را خواهند پرستید.
همانطور که متوجه شدید، لوی بافومت را فقط نماد دانش نمی دانست، بلکه باور داشت پرستش آن باید مجاز شود تا پیروان بافومت در امان باشند و با خیالی آسوده به اعمال جادویی بپردازند. اکنون که نگاهی به جهان بیاندازید، می بینید که لوی به خواسته خود رسیده، زیرا امروز در سرتاسر جهان معابدی وجود دارند که شیطان پرستی مدرن را رواج می دهند و بافومت را به عنوان خدای خود پذیرفتند.